سنت چیست؟ سنت به معنی امتناع از نو شدن است، ولی چنین فهمی از سنت گمراه کننده نیست. سلام. تقابل سنت و تجدد به یک شاه کلید برای فهم بسیاری از مسائل کلان تبدیل شده. از میزان استفاده نابجا از این دو لفظ و تقابل آنها که بگذاریم، آنچه به ویژه بر آشفتگی در تحلیل‌های رایج می‌افزاید، ابهام در معنا، دامنه و ستون‌های اصلی هر یک از دو سوی این معادله، یعنی تجدد و سنت است. در مورد تجدد یا مدرنیته بسیار گفته شده، از جمله در همین برنامه. در مورد سنت اما کمتر گفته می شود. شاید به این دلیل که تصور می کنیم می دانیم سنت چیست، با اون زیسته ایم، در اون نفس کشیده ایم، یا به تعبیری در اون نفس بر ما تنگ شده. اما آیا این بدیهی پنداری مانع از فهم دقیق تر ما از سنت و مبانی اون نشده؟ آیا سنت هر آن چیزی است که در مقابل تجدد ایستاده، یا سنت در درون خود حیطه‌ها و امکاناتی دارد که مجاور یا حتی خواستگاه تجددند؟ از مهمان‌های این هفته می‌پرسیم آیا درک رایج در ایران در مورد سنت دقیق است؟ شادی صدر، حقوقدان در لندن، و علم صالح، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه ملی استرالیا. خیلی خوش آمدید. خانم صدر، سنت برای شما چی بوده؟ راستش تجربه زیسته من از سنت جدا یا امر استثنایی از تجربه زیسته همه کسایی که در به عنوان زن در جامعه مثل ایران یا افغانستان به دنیا میان، یا بهتر بگیم در چارچوب سنت‌های این دو جامعه زن میشن و همینطور اعضای جامعه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی نبوده. اون بخشی از سنت‌ها که از نظر من عنصر اصلیشون کنترل جسم و جان این دسته از انسان هاست، در واقع هر جایی که اونها از این ارزش ها و این قالب ها و این قواعد پاشون رو فراتر گذاشتن، به شدت و به طرزی خشن سرکوبشون کرده. اگه برای من در واقع اون بخشی از تقابل سنت و تجدد اهمیت داره که شامل در یک طرف موازین حقوق بشره به عنوان یکی از در واقع مظاهر تجدد، و از اون طرف سنت هایی که من اونها رو سنت های ذاتن خطرناک اسم گذاشتم، که در واقع اون سنت های ذاتن خطرناک سنت هایی هستن که نقطه محوریشون جنسیت هست و عنصر اساسی درشون همونطور که گفتم کنترل جسم، جان و سکشوالیتی هستش، در تقابل قرار میگیرن با حقوق بشر دسته از انسانها که در واقع قواعد بر اساس جنسیتشون تعیین شده، قواعد سنت. و اگه بخوام مثال‌های عملی و عینی بزنم ازش، میتونم به عنوان مثال از این سنت‌های ذاتاً خطرناک میتونیم ناقص‌سازی جنسی زنان رو اسم ببریم که به طور غلط مصطلح شده به عنوان ختنه زنان، قتل‌های ناموسی رو مثال بزنیم، ازدواج کودکان، دیگر جنسگرایی اجباری، همینطور ازدواج‌های اجباری، حجاب اجباری و مجازات‌های غیر انسانی و ظالمانه مثل سنگسار. هم این نوع مثال ها نشون میدن که این سنت های ذاتن خطرناک حقوق بشر، این در واقع دسته بزرگی از آدم ها رو در جوامع مثل ایران به نام سنت نقض میکنن. حق حیات، حق سلامت و یه فهرست بلند بالایی از حقوقیه که نقض میشه و در واقع در بسیاری از جوامع بسیاری از این سنت های ذاتن خطرناک به عنوان جرم شناخته شدن و مجازات دارن، ولی در جامعه مثل ایران متاسفانه در بسیاری از موارد چنین جرمزایی وجود دارن، سنت شمرده میشن. و همینطور بعد در طول بحث اشاره خواهم کرد توسط قوانین حاکم بر
جمهوری اسلامی پشتیبانی میشن، باز تولید میشن. به رابطه سنت و ساختار میرسیم، ولی آیا واقعا سنت اینقدر یک دسته؟ یعنی شما وقتی میگید که سنت برای شما عبارت بوده از کنترل جسم و جان، آیا این تمامی سنت یعنی یک دست و یک پارچه چنین میکنه؟ نه، قطعا اینطوری نیستش. اتفاقا ما برای همین من به طور مشخص اشاره کردم که بحث امروز من تمرکزش هست روی سنت های ذاتن خطرناک که کنترل مبتنی بر جنسیت در مرکزشون قرار داره. و البته فکر میکنم که وقتی راجع به سنت حرف میزنیم به طور کلی قطعا ناهمگونی سنت رو میبینیم، اما از این طرف هم باید از خودمون سوال بکنیم که خب این در بین این سنت های ناهمگون چه کسی، صدای چه کسی بیشتر شنیده میشه، چه کسی سنت رو تعریف میکنه، سنت غالب چیه و سنت مغلوب چیه، چه کسی سنت ما رو نمایندگی میکنه. و اون موقع است که دقیقا در ادامه بحث شما اشاره کردین که بهش میرسیم، ساختارهای قدرت تعیین کننده است. اما من میخوام بگم که حتی در مورد سنت هایی که بسیار زیبا هستن، بسیار غنی میکنن زندگی فردی و اجتماعی ما رو، باز هم به مواردی ما برمیخوریم که به دلایل سیاسی یا اجتماعی یا دلایل عمدتاً سیاسی این سنت ها تحمیل میشن به جوامع اقلیت. و اونجا هم باز به نظر من همه سنت های زیبا چون به شکل خشونتباری در بسیاری از مواقع تحمیل میشن به جوامع اقلیتی که شامل اقلیت های قومی میتونن باشن یا اقلیت های مذهبی باشن که لزوماً اون سنت ها رو ندارن، باز هم در دسته سنت های زیانبار یا در واقع خطرناک قرار میگیرن. به طور مثال من زیباترین سنتی رو که زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی منو بسیار غنی کرده مثال میزنم، نوروز، که همه ما خاطرات بسیار خوبی ازش تو ذهنمون داریم. ولی اینم باید یادمون باشه که نوروز جشن سال نو و سنتیه که ما بخش بزرگی از جامعه ایران در واقع اون رو اجرا میکنن، اون رو دوست دارن. اما از اون طرف بخش اقلیتی از جامعه ایران، به خصوص مثلا به عنوان مثال الان یادم میاد عرب‌های جامعه ایران، سنتی به اسم نوروز ندارن، اونها اعیاد دیگه‌ای دارن. ولی نوروز ما به عنوان سنت غالب به شکل خشونتباری به قیمت اینکه سنت‌های اون جوامع اقلیت نادیده گرفته بشه، کم رنگ بشه یا حتی به فراموشی سپرده بشه بهشون تحمیل شده. شکل خشونتبار تحمیل شده. خشونتبار منظورم این نیست که لزوما با سرنیزه. خشونتبار منظورم اینه که به شکلی که در واقع منتج از سیاست‌های دولتی که همجنس و همگون میخواد سنت‌ها رو تعریف بکنه و بگه این سنت‌های ماست، اگه اینها رو قبول دارین شما جزء این هویت ایرانی یا هویت جمعی به حساب میایین، اگه نه در واقع خارج از این هویت قرار دارین و به حاشیه رونده میشه. آقای صالح، درک شما از سنت چیه؟ سنت مجموعی از فرایندها و مکانیزم‌های ارزشی، فکری و عادت‌ها و رسومیه که انسان‌ها به ارث می‌برن از گذشته و از گذشتگان. سنت معنا نداره تا و معنا نداشت تا وقتی که مفهومی به نام مدرنیته به انسان معرفی میشه. و مدرنیته محصولی است از 5 قرن کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فکری و فلسفی در اروپا. در اوایل قرن 20 بود که فقط این مفاهیم مدرنیته که ثمره درخت تنومند رنسانس فکری در اروپا بوده به جوامع غیر اروپایی معرفی میشن و این جوامع بدون اینکه پیش زمینه‌ای برای اجرا و انطباق یا به اصطلاح به هضم این مفاهیم داشته باشن، اینها رو بهشون تحمیل میشه یا در تلاش در این تکاپو قرار میگیرن که این مفاهیم رو به اصطلاح تجدد مفاهیم تجددگرایی، مفاهیم مدرن و مدرنیته. البته ما اینجا باید خیلی فرق بگذاریم بین مدرن شدن و مدرنیته. بله. مدرن شدن امری است کاملا فیزیکی و امکان پذیر، اما مدرنیته یک مفاهیمیه که آن بسته است مدرنیزه با خودش میاره. در اتفاقا در وقتی که ما خارج از اون حوزه اروپا با مقوله منازعات بین سنت و مدرنیته روبرو بشیم، متوجه میشیم که جوامع غیر اروپایی به راحتی امکان مدرن شدن رو پیدا میکنن
اما وقتی که با مفاهیم مدرنیته روبرو میشن به خاطر اینکه اون ریشه ها و پیش زمینه های لازمه رو نداشتن یا نمیخواستن داشته باشن یا امکان پذیر نبوده اجرا براشون، با یک سردرگمی فکری فلسفی مواجه میشن. مشکل فقط به اینجا ختم نمیشه، مشکل اینجاست که این مفهوم مدرنیته یا محصول مدرنیته غربی به طور متوازن طی این 5 قرون توانسته بود خودش رو شکل بده و توسعه پیدا کنه، حالا در زمینه آموزش، در زمینه بهداشت، در زمینه حقوق. به این سمت در این دوگانه یعنی روی سنت متمرکز شیم، چون راجع به مدرنیته زیاد صحبت شده. آیا اون مشکلاتی که شما گفتید پیش اومد در کشورهای به اصطلاح غیر اروپایی ناشی از همین سنت ستبر نبود؟ نه، مشکل کاملا روش شناختیه. هیچ مشکل، ببینید، اولا که سنت و مدرنیته در تقابل و روبروی هم قرار نمیگیرن، مکمل هم دیگه هستن. ما هنوزم که هنوز بعد از بیش از 5 قرن آشنایی با مفاهیم مدرنیته، هنوز جوامع بسیار سنتی داریم، حتی در کشورهای پیشرفته غربی، اروپایی و آمریکا به عنوان مثال، و این رو کاملا مشهوده، مثال‌های زیادی هم میتونیم ببریم که جوامع غربی هنوزم که هنوز جوامع سنتی، جوامع دینی هستن که تونستن مدرن بشن، اما ضرورتا اون مفاهیم مدرنیته به شکل کامل ما باش مواجه نشدیم. ما با یک مدرنیتی متأخر مواجه هستیم در حال حاضر. اما اون نکته‌ای که من میخوام بگم اینه که اون عدم توازنی که بین غرب، اروپا به خصوص، و جوامع سنتی یا جوامعی که سنت رو محور قرار میدادن، یک عدم توازن قدرتی وجود داشت که منجر به این شد که مدرنیته به عنوان یک پروژه سیاسی، البته نه به این معنا که نشسته باشن اون رو ترسیم کنن، به خودی خود به عنوان یک طبیعی، در طبیعت خودش به عنوان یک پروژه سیاسی به جوامع غیر غربی تحمیل بشه. مدرنیته بر پایه عقل، تجربه و انسانگرایی بنا گذاشته میشه. انسانگرایی به این معنا که انسان محور سنجش فهم ما از ارزش ها قرار میگیره. انسانگرایی به این معنا که فرد اهمیت پیدا میکنه، فردانیت مهم میشه. از طرف دیگه ما سنت رو داریم که به طور هستی شناسی بر پایه احساس، معنویت و معرفت بنا گذاشته میشه. صد میگه برای ایشون سنت یعنی کنترل جسم و جان. دقیقاً. ببینید، سنت به خودی خود خنثاست. سنت یک مفهومیه که موجود است در تاریخ. این که ما چگونه اون رو بفهمیم، چگونه اون رو تفسیر کنیم، چگونه اون رو اجرا کنیم، باعث میشه که فهم ما و تجربه ما از سنت تغییر پیدا کنه. به عنوان مثال در غرب سنت، این تجربه مقابله سنت و مدرنیته باعث نمیشه که سنت از بین بره، سنت مدرن میشه. به همین خاطره که ما میبینیم هنوزم که هنوز مسیحیت بخش مهمی از تمدن غرب هست، بخشای بسیار بزرگی از عادات و رسوم تاریخیشون رو حفظ کردن. حتی در انقلاب فرانسه که اومدن کلیساها رو منهدم کردن، باعث نشد که مسیحیت از بین بره. شوروی سابق قریب به یک قرن تلاش کرد مسیحیت را از بین ببره، به محض فروپاشی کلیسای ارتدوکسی برمیگرده. ما میبینیم که این که ما تصور کنیم که سنت از بین میره نیست، سنت از جایگزین پیدا نمیکنه، مدرنیته جایگزین سنت نیست، جا به جایی میشه. یعنی مفاهیم سنتی به مفاهیم مدرن تبدیل میشن. به عنوان مثال اگر تا قبل از این قدسیت در آسمان بود، حالا یک قدسیت زمینی برای ما مواجه میشیم. اجازه بدید من یک جمله کلیدی از حرفای آقای صالح رو بگیرم با شما در میان بگذارم. ایشون میگه سنت به خودی خود خنثاست. چنین چیزی هست؟ من با ایشون موافق نیستم، به دلیل اینکه به نظر من سنت مجموعه از قواعد و قوانینه، مجموعه از ارزش هاست، مجموعه از چارچوب هاست و هیچ قاعده ای نمیتونه خنسا باشه. همیشه در هر قاعده ای تو یک امر میبینی و اون مسئله ای که برای من مهمه، همونطور که گفتم، اینه که به این معنا میخوام دوباره تاکید کنم که
از نظر من بخشی از سنت و سنت یک امر واحدی نیست و یک موضوع نیست. ما با بخش‌های مختلفی از سنت مواجه هستیم که از نظر من بخش‌های از این سنت باید به عنوان سنت‌های ذاتاً خطرناک شناخته بشن و ریشه‌کن بشن، همونطور که بیماری مثل و اینجاست که اون تقابل به نظر من شکل میگه، همونطور که بیماری مثل آبله رو ما ریشه‌کن می‌کنیم، سنت‌های ذاتاً خطرناک باید ریشه‌کن بشن و باید به طور کامل از میان برن، به دلیل اینکه سلامت و حیات میلیون ها انسان رو تهدید میکنن. چطور میتونیم از امری به عنوان قتل ناموسی یا اساسا مفهوم ناموس به عنوان امری که در واقع برآمده از مرد سالاری و مذهب به طور کلی و ساختارهای سیاسی و اجتماعی رو ما یک امر خنثا بدونیم، در حالی که اون موتور این مفهوم، موتور اصلی هدایت کننده بسیاری از اعمال همچون قتل‌های ناموسی، همچون ازدواج‌های اجباری، همچون همونطور که گفتم ناقص‌سازی جنسی زنان، دگر جنسگرایی اجباری و و و. خب پس اجازه بدید ببینم به منظور آقای صالح وقتی گفتن سنت خنثاست چه هست؟ ببینید سنت یک نقطه است، یک چیزیه که در گذشته بوده. اینکه ما چه تفسیری از اون یا حتی افراد سنتی، شخصیت‌های تاریخی، گفته‌هاشون نباید بر اساس آنچه که ما امروز آن را می‌فهمیم قضاوت کنیم. باید نه فقط اینکه تفسیر نشن، بلکه باید تأویل بشن، یعنی یک دید هرمنوتیک داشته باشیم و اون شخص و اون ارزش سنتی که به عنوان یک نقطه در گذشته قرار بوده رو ما تلاش کنیم که خوانش جدیدی ازش ایجاد کنیم. از بعضی از سنت ها میشه خوانش جدیدی واقعا داد به گفته ایشون، مثلا مفهوم ناموس؟ ببینید مفاهیم خیلی زیادی هست، ما نمیتونیم به طور گزینشی بیام انگوش بذاریم. بله در سنت همان گونه که در مدرنیته هست مشکلاتی داریم، خوبی هایی داریم، زشتی هایی داریم، پلیدی هایی داریم و همجور زیبایی هایی داریم. این که ما بخوایم به طور تلفیقی فقط نگاه کنیم، هیچ ایدولوژی، هیچ پدیده تاریخی وجود نداره که فقط یا خوب باشه یا بد باشه. اصلا اساساً مشکل پست مدرنیست ها با مفهوم کسانی که با سنت هستن و کسانی که با مدرنیته هستن اینه که هر دو طرف اثباتگرا هستن، هر دو طرف تصورشون بر اینه که میتونن حقایق رو کشف کنن و حقایق رو بدونن، در حالی که پست مدرنیست ها میگن که هر دوی شما اشتباه میکنید. عقل انسان یک عقلیست کاملا همیشه در تکاپو و یک عقلیست که ناقصه، یعنی نمیتونه هیچ وقت یک محصول کاملی رو ارائه بده. تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اینه که با نقد گذشته، نقد حال، تلاش کنیم یک آینده مناسبتر و بهتری فقط ارائه بدیم. خانم صدر، اونچه که شما در مورد سنت میگید از نظر خیلی بیشتر ربط پیدا میکنه به ساختارها. مثلا وقتی شما در مورد ناموس به عنوان یک مفهوم خطرناک صحبت میکنید، از نظر خیلی ها این قوانین که به یک معنا ساختار دیگه، چون یک نظام قضایی کلی دم و دستگاه داره، بازوهای دراز، دستهای بسیار دراز داره که در زندگی مردم دخالت میکنه، این ساختارها هستن که خطرناک هستن و اون سنت ضرورتاً به این ساختارها ممکن هست نینجامه. به این ترتیب آیا یک در واقع خلطی در این میان در وسط نیست؟ سنت رو به گفته خیلی ها از جمله آقای صالح میشه به انواع مختلف خواند، ولی یه جاهایی وقتی این سنت تبدیل به یک ساختار صلب و خفه کننده تبدیل میشه، طبیعتاً کاریش نمیشه کرد. به گفته شما اون سنت باید شاید ریشه کن بشه. من فکر میکنم خلط مبحث اینجا اتفاق میفته که ما سنت رو به عنوان یک امر انتزایی و همگون ببینیم و انسان رو هم به عنوان یک امر انتزایی و خارج از اون بستری که داره توش زندگی میکنه و ویژگی هایی که داره ببینیم. مسئله اصلی اینجاست که اون چیزی که به ما گفته میشه که این سنته و برآمده از این سنت قواعدی تعیین میشه، رابطه بسیار روشنی داره با ساختارهای قدرت،
که این ساختارهای قدرت شامل مذهب میشن، شامل ساختار قدرت‌های قدرت مبتنی بر جنسیت میشن، شامل بستر سیاسی و اجتماعی و اقتصادی میشن و همه اینا. بنابراین ما نمیتونیم اساساً انقدر ساده انگارانه نگاه کنیم که بگیم که سنت اون چیزی که من از سنت میفهمم، با اون چیزی که به عنوان مثال یه زن بلوچ از سنت میفهمه، با اون چیزی که خامنه ای از سنت میفهمه، اینا همه سنته. ولی اینا یکی نیست، اینا در مسابقه نابرابر با هم قرار دارن و بنابراین طبیعیه که اونی که به قدرت بیشتری دسترسی داره، مثلا فلان آخوند یک ده، قطعا از اون فرد ترانسجندری که توی همون ده به دنیا آمده و زندگی میکنه قدرت بیشتری داره، برای اینکه سنت رو، تعریفش رو از سنت به عنوان سنت غالب جا بندازه، اجرا کنه و به طور خشونتباری تحمیل کنه بر دیگران. بنابراین ما با صرف نقد یا تفکر به عنوان امری که خب ذاتی انسانه که تفکر میکنه، نقد میکنه، سنت رو نقد میکنم، این چیزی که آقای علم میگن، نمیتونیم با سنت هایی که ذاتاً خطرناک هستن مقابله کنیم. این مشکل سنت های ما نیست، این بیماریه و اینا جرمه. این نگاه به سنت که آره خب حالا سنت هم مثل هر امر دیگه این مشکلاتی داره، در واقع این سوال رو تو ذهن من زنده میکنه که چند تا دختر دیگه هر شب باید که قربانی ازدواج اجباری هستن باید بهشون تجاوز بشه تا شما مشکلاتتون رو با سنت حل کنین یا نقدتون رو پیش ببرین؟ بله دقیقاً، سنت همون گونه که سنت به عنوان ابزاری برای به دست رسیدن به قدرت یا حفظ قدرت استفاده شده، مدرنیته هم همینطور. یعنی هر ایدئولوژی که یک چارچوب فکری داشته باشه و بر این تصور باشه که به حقیقت رسیده، میتونه یه به عنوان یک ابزاری برای رسیدن به قدرت به استفاده بشه ازش، میتونه از مناسبات قدرت استفاده کنه. این زیاد شنیده میشه، اما در جامعه‌ای که ما راجبشون صحبت میکنیم، به گفته یکی از فیلسوفان معاصر، سنت از شیب قدرت استفاده میکنه. به عبارت دیگه از همون آغاز رقابت یک شیب تندی درست میشه برای نوگرایان که نمیتونن ازش بالا برن، ولی قدرتمندان که سنت گرایان هستن اینجا ایستادن و یک سطح آروم با شیب کمی اونجا هست برای اینکه آروم برسن به ته خط. به عبارت دیگه قدرت تسهیل میکنه سنتگرایان و سنت رو دیگه. بله ببینید، همونجور که الان شما فرمودید، در جوامع ما این مفاهیم مدرنیته وقتی وارد میشن مطمئنا با یک چالشی مواجه میشن، چون که سنت به راحتی نمیاد این مفاهیم رو بپذیره. این مفاهیم جدیدن، این مفاهیم خارجی هستن، این مفاهیم قابل انطباق نیستن یا درک نمیشن و بدین خاطره که با یک کنش و واکنش ما مواجه میشیم. در اینجا روشن فکران جوامع غیر غربی با سه مکانیزم با این مسئله، با این چالش روبرو میشن. یا اینکه دسته اول کسانی هستن که کاملا هر آنچه که سنت نامیده میشه و گذشته نامیده شه رو نفی میکنن و هر آنچه که مدرنیته به عنوان یک محصول خارجی بهشون ارائه شده رو میپذیرن کورکورانه. دسته دوم کسانی هستند که کاملا در مقابل با مدرنیته قرار می گیرن، سنتگراها، یا چه دینی چه غیر دینی. ما داریم سنتگراهانی که به خاطر دیدگاه ضد امپریالیستی، ضد استعمارگری، دیدگاه چپ هم ضد سنتی، ضد مدرنیته بودن و از طرفی هم خب دینداران بدون شک موقعیتشون کاملا متزلزل میشه با دیدن مفاهیم سکولاریسم و آزاد اندیشی. مرحله سوم یا دسته سوم از کسای روشن فکرانی که با این چالش تلاش میکنن یک راه حلی، یک تعاملی رو به اصطلاح ارائه بدن، دستی هستن از روشنفکران سنتی یا روشنفکران دینی، کسانی که تلاش میکنن یک آشتی و یک تعاملی رو ایجاد کنن به دو دلیل. اول اینکه این مشکل مشکلی نیست که یک شبانه روزی تموم بشه، حل بشه. این مشکل زمان بر می‌داره. مسئله یه که در اروپا 5 قرن طول کشیده تا تونسته اون درخت تنومند مدرنیته رو حفظ کنه. خانم
صدر، شما قبول دارید که بسیاری از نوگرایان دیالوگ خوبی با سنت و سنتگرایان برقرار نمی‌کنن به گفته آقای ساله؟ نه به معنایی که ایشون در واقع باز دوباره به شکل کلی تصویری رو که ایجاد میکنن، به دلیل اینکه من فکر میکنم که اتفاقا همه کسانی که میخواستن تغییری در این جوامع ایجاد کنن، حالا چه به عنوان اعضای جامعه مدنی، چه به عنوان افراد روشنفکر یا حتی آدم‌های خیلی عادی این جامعه، تلاش‌های بسیار زیادی کردن برای اینکه بتونن از دل خود همون جوامع این تغییر رو ایجاد بکنن و با شناختن تمام اون محدودیت‌ها این فعالیت‌ها رو کردن. بنابراین این به نظر من یک اتهام بزرگه برای همه کسایی مثل ما که سعی کردن که با یه اصولی رو داشتم که برای من شخصا به عنوان مثال اون اصول موازین حقوق بشری، من موازین حقوق بشر رو به عنوان یک امر، به عنوان یک مدرنیته تحمیلی نمیبینم، من به عنوان دستاورد بشریت میبینم که اون دستاورد دستاورد خوبیه، دستاورد مثبتیه و همه افراد حق دارن صرف نظر از اینکه کجا به دنیا اومدن ازش برخوردار باشن. اینکه یک من بخت برگشته به عنوان مثال، من نوعی بخت برگشته در یک روستایی در ایران و در کردستان به دنیا اومدن، لزوماً حقوق من رو نسبت به یک کسی که در آمریکای شمالی به دنیا اومده کمتر یا پایین‌تر نمی‌کنه. من حق دارم از دستاورد بشریت که حقوق بشر برخوردار باشم. بنابراین این اصول بوده، ولی آدم‌های زیادی تلاش کردن که این اصول رو با توجه به شناختی که از بستر و جامعه خودشون دارن و در اتفاقاً یک روند رفت و برگشتی با سنت‌گرایان بتونن جا بندازن. اون چیزی که در واقع اتفاق افتاده اتفاقاً برخورد خشونتبار سنتگرایانی که بر مسند قدرت بودن، قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی، قدرت اجتماعی، قدرت مذهبی با این افراد بوده. یعنی ما تاریخ ما با کشتار، با زندان، با تبعید گره خورده، درست به این دلیل که فقط اعتراض کردیم به سنت و سنتگرایان، در حالی که نقطه مقابلش وجود نداره. نوگرایان هیچ قدرتی نداشتن برای اینکه اون جامعه‌ای که سنتگرایان نمایندگی میکنن رو سرکوب کنن. خانم صد، آیا این همین اون چیزیست که شما اسمش رو تاریخ ما میگذارید؟ برای اینکه من میدونم خیلی از فمینیستایی که بیشتر همکار شما بودن، همفکر شما بودن در ایران هستن، برای تغییر خیلی از قوانین مربوط به زنان و کودکان بلند شدن و رفتن پیش، به قول خودشون، آیات و زام، رفتن پیش آیت الله های پرنفوذی که قدرت داشتن. دقیقا بخشی از مبارزه برای تغییر سنت بوده، ولی در عمل چه اتفاقی افتاد؟ ولی خیلی از اینها وقتی رفتن و طی چندین سال کوشش کردن و رایزنی کردن با طرفین مختلف، گفتن نتیجه گرفتیم، بسیاری از قوانین رو عوض کردن دیگه. یعنی اینطوری نبود که کلن بی نتیجه باشه این دیالوگ با سنتگرایان. بسیاری از قوانین رو عوض کردن یک کمی به نظر من اغراق توش داره، به دلیل اینکه حداقل من هم حوزه مطالعه‌ام و هم حوزه کار زندگیم در بخشی از عمرم، بخش عمده عمرم این بوده که در واقع اندازه‌گیری کنم که دستاوردهای چنین مکالمه و چنین گفتگویی چی بوده، و در همین مکالمه و گفتگو ما نمیتونیم نقش فشار اجتماعی و اعتراض طبقات مختلف اجتماعی رو نادیده بگیریم و باز دوباره توی بستر خیلی محدودی بگیم که چون برخی از زنان انتخاب کردن که برن با آیات اعظام صحبت کنن و فتاوای از اونها بگیرن، اون فتاوا لزوما قانون شده. نه، اون فتاوا هیچ وقت قانون نشده. دقیقاً اون فتاوا هیچ وقت تبدیل به قانون نشده، مگر در حالتی که یک فشار اجتماعی، فشار سیاسی، یک اعتراض افکار عمومی در شکل‌های مختلف در مقاطع مختلف وجود داشته. متوجهم. شما اشاره کردید به رویکردهای مختلف سنتگرایان و نوگرایان به سنت، دو گروه که کاملا سنگر گرفتن و یک گروه سعی کردن دیالوگی برقرار کنن، ولی از این دستبندی که بگذریم آیه ساله، واقعا فکر نمی کنید که چیزی که سنت رو مسئله تبدیل میکنه رویکرد خود سنتگراهاست؟ اخیراً یه ماجرایی در ایران پیش اومد که نقد یک جامعه شناس بر اون ماجرا برای من خیلی جالب بود. نشته بود که چرا سنتگرایان فکر میکنن در دفاع از سنت همیشه باید بپرن و تفنگشون رو به دست بگیرن. این خیلی مهمه دیگه. یعنی
احساس میکنی سنتگرا مدام در حالت تدافعی و در به قول خودمونی ها در گارده. درست. ببینید من فقط قبلش رو بگم، اتفاقا خشونتی که مدرنیته به ارمغان آورد برای بشریت هیچ وقت سنت نیورده در همین قرن بیستم حداقل. ما میبینیم جنگ جهانی اول محصول مدرنیته است، جنگ جهانی دوم که منجر به کشته شدن 40 میلیون نفر میشه محصول مدرنیته است، مفاهیم مدرنیته حتی در خود اروپا. بمب اتم، ساخت بمب اتم مقوله کاملا مدرنیته است. ما اینکه بخوایم تقلید بله. مقوله مدرنیه بله. ولی مدرنیته با مدرن به گفته خودتون فرق ببینید. میکنه در مورد جنگ اول و دوم هم بله برداشت هایی خانش هایی از این سری از مفاهیم جدید میشه گفت تاثیرگذار بود، ولی گفتن اینکه جنگ دوم مثلا محصول مدرنیته است من بله بله چرا. من الان توضیح میدم چرا بله. چون که مفهوم ناسیونالیسم یک محصول مدرنیته است که کاملا شروع جنگ جهانی دوم بر پایه اون دولت ملت محصول دوران مدرنه بله. یعنی در کنار مدرنیته ناسیونالیسم هم زاده آره. شد ببینید آره وقتی که قدرت وقتی که شما قدرت داشته باشی میتونی از مفاهیم وقتی که شما دو تا بم میزنید به ژاپن به خاطر مفاهیم مدرنیته است، به خاطر این تصور که من حق دارم من برترم. این دقیقاً مشکل بزرگیه که ما هیچ وقت بهش نمیایم. تقلیل بخشی به موضوع سنت و مدرنیته در حد حق و حقوق یک محله یا یک شهر واقعاً به نظر من یک ساده انگاری است. ببینید این که من برترم یک مفهوم ناشی از مدرنیته است. دقیقاً وقتی من برترم در یونان باستان هم یک آشنا بودن هم این بله دقیقاً مشکل ما دقیقاً همینه که ما با یک سری هم سنت هم مدرنیته تصور روشون بر اینه که حق دارن و به حقیقت رسیدن و برای همین دیدگاه اثبات نگرانه دارن، یعنی پوزیتیویست هستن به عبارتی دیگه. هر دو تصور میکنن که آنچه بهش رسیدن یا آنچه که دارن درسته و برتره و آنچه که دیگری داره حقیر و دون و پلیده و به همین خاطر به خودش اجازه میده که از قدرتش استفاده کنه برای پیشبرد اون اهداف. اما مشکل بزرگ اینه که یک عدم توازن بزرگ بین جوامع مدرن و جوامع سنتی یا جهان سوم حالا در حال توسعه داریم، یک عدم توازن اقتصادی، نظامی، سیاسی و تاریخی و این که اون باعث که اون حالت تدافعی میشه بله که اون خودش محصول این فرایند مدرن شدن یا مدرنیته است. چرا؟ در قرن 18 این استعمار غرب بود که با ارائه نظام سرمایه داری اومد دست به اصطلاحی به نام اقتصاد جهانی رو ارائه داد، ولی ما میبینیم این اقتصاد جهانی برای اونهایی که قدرت داشتن با اسمش که برن نقره رو کشف کنن در آمریکای جنوبی مفت وردارن برن به خاندان مین در چین با قیمت گزاف بفروشن. بالانس قدرت رو در این دو قرن تغییر میدن که منجر به فروپاشی عثمانی ها میشه، چون که نتونستن از نظر اقتصادی با اونها به اصطلاح به رقابت بردارن. هژمونی فرهنگی ایجاد میشه. هژمونی فرهنگی یعنی اینکه ما کنترل بشیم، قبول کنیم، بپذیریم که این یک ابر واقعیتیه که ما راهی نداریم جز پذیرشون. چرا ما راه داریم؟ ما میتونیم با یک بازخوانی درست و صحیح همون گونه که خود غرب این کارو کرد. مدرنیته محصول عقلانیت بخشیدن به سنت کلیسا و مسیحیت بوده، اما اون چیزی که هست این جهان سوم یا به اصطلاح خاورمیانه رو به طور خاص در یک مکانیزم دفاعی قرار داده در مقابل استعماری بله. که ازش استفاده بله. کرد. خانم صدر، این حالت دفاعی سنت و سنتگرایان ناشی از همین عدم توازن قدرته؟ من فکر میکنم که بخشی از بحثی که اینجا هست یه مقدار زیادی به حاشیه روندن اون بحث اصلیه. بنابراین مثلا به عنوان مثال راجع به خشونتی که در ذات مدرنیته هست حرف میزنیم و بعد جنگای اروپایی رو مثال میزنیم که بین کشورهای اروپایی که همشون در واقع توی فرایند مدرن شدنی تقریبا یه تاریخ مشترک رو تجربه کردن مثال ما میشه، بعد اینو تعمیم میدیم به اتفاقی که در جهان سوم افتاده و در این حال درست تو همون اتفاقی تو جهان سوم افتاده باز دوباره مبارزات مردم رو در جهان سوم برای اینکه از استعمار خلاصی پیدا کنن، برای اینکه استقلال پیدا کنن، برای اینکه ما اصلا یه کشورهایی داشته باشیم به عنوان کشورهای خاورمیانه که تا یه قرن پیش مستعمره بودن،
اینا رو ما با هم به نظرم داریم مقولات رو مخلوط میکنیم و بعد کوچک و حقیر شمردن قدرتی که سنت بر زندگی میلیون ها آدم درست در چارچوب همین کشورها اعمال میکنه. از نظر من امر کوچیکی نیست اگه فقط یک زن، حتی یک زن قربانی قتل ناموسی میشه. برای اینکه سوال من اینه که تا کی ما صبر کنیم که این مدرنیته جذب جامعه جوامع سنتی مثل ما بشه، که این سنتگرایان بالاخره کوتاه بیان، چند تا رومینا اشرفی دیگه باید کشته شن، چند تا جان دیگه باید بلشن. برای من اون مهمه، برای من، و من هم میبینم که در یک چارچوب کلی، در یک بستر جهانی، بله ما یه ساختار جهانی قدرت داریم، طبیعتاً نمیشه نادیدش گرفت، ساختار سرمایه‌داری داریم، همه این ساختارها دارن عمل میکنن، ولی لزوماً من سرمایه‌داری رو در تقابل با سنت اصلاً نمیبینم اتفاقاً. و من فکر نمیکنم که دلیل این که سنت‌گرایان مخالف هستن با تغییر و مخالف هستن با موازین حقوق بشر اینه که با سرمایه‌داری مشکل دارن یا با ساختارهای قدرت جهانی مشکل دارن. اتفاقاً در این ساختارهای قدرت جهانی ما اتحاد خیلی خوبی میبینیم بین سنتگرایان به عنوان مثال در جامعه مثل جامعه آمریکا و بین سنتگرایان در جامعه مثل جوامع ایران. اگر به بحث اصلی برگردیم خانم صدر، به گفته آقای صالح نوگرایان نباید فراموش کنند که چند صد سال طول کشید که در جوامع غربی سنت تونست خودش رو نو کنه و تن داد، و اگر در جامعه مثل ایران، افغانستان، جامعه مشابه نوگرایان بیان با اخ و پیف کردن و اه 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 این چیه با سنت مواجه بشن و با سنتگرایان اینجوری صحبت کنن، این دیالوگ به جایی نمیرسه. به نظر من یک موضوعی رو ما اگه به عنوان یک امر قطعی در نظر بگیریم، نه به عنوان امر اثباتگرایانه، به عنوان یک امر قطعی در نظر بگیریم و اون این باشه که ما یا کسانی مثل ما که شما بهش عنوان نوگرایان میذارید، من هیچ وقت خودم رو با این عنوان هویت‌یابی نکردم، ولی اشکالی نداره، اصلا اشکالی نداره، حال هر چی مهم نیست. ما در واقع با سنت به طور کلی مخالفتی نداریم. ما از سنت، همونطور که گفتم، زندگی هامون غنی‌تر شده، زیباتر شده، ازش یک عالمه بخشای زیبایی از زندگی ما با سنت‌ها گره خوردن. ما با اون بخشی از سنت‌ها که سنت‌های در ذات خطرناکن مخالفت جدی داریم و فکر می‌کنیم که دیگه بسه. همین یعنی یک امر واجب و یک امر فوریه که اینها متوقف بشن. در این مورد ما نمیتونیم یک گفتگوی بی انتها با سنتگرایان برقرار کنیم. در این مورد همونطور که گفتم نمیتونیم صبر کنیم که حالا آبله چندین هزار نفر یا چندین میلیون نفر دیگر بکشه. امروز باید ریشه کن بشه. تا این مرحله برداشت من این بود که سنت حتی زیباترین حلقش مثل نوروز به گفته شما میتونه فوق‌العاده زخم زننده باشه. نه خیلی متفاوته. نه نه خب برصورت برداشت اشتباه شده. نو شدن. اما نه اجازه بدیم من اینو تصدیق کنم. همونطور که گفتم نوروز یکی از زیباترین جنبه های زندگی ما بوده. من به این دلیل مثال نوروز رو زدم که گفتم که سنت میتونه اگه تحمیل بشه بر جوامع اقلیت، اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی یا جوامع بومی، میتونه تبدیل بشه به امر زیانبار. بله. یه سوال مهم رو اگه بتونید کوتاه جواب بدید، من اون وقت از آقای صالح هم خواهم پرسید. شما فکر میکنید ضرورتی هست در این که وقتی راجع به سنت صحبت میکنید خودتون رو در جایگاه سنتی ها هم قرار بدید، یعنی از منظر اونها هم به سنت نگاه بکنید، مثلا در بحث قوانین مربوط به حقوق کودک مثلا پیش اومده، به خصوص که حقوقدان هستید احساس کنید که در برای اینکه من بفهمم، برای اینکه دیالوگ برقرار بشه به نتیجه برسه، من مجبورم خودم رو در جایگاه او هم قرار بدم، از منظر او هم به قضایا نگاه بکنم. من فکر میکنم در حوزه روش شناسی بله، در حوزه اینکه ما یه قله کوه داریم میخوایم به اون برسیم و اون این که اصول و موازین حقوق بشر اعمال بشه و این سنت‌های ذاتاً خطرناک ریشه کن بشن برای همیشه، اما اینکه ما چجوری این مسیر رو بریم، از چه روش‌های استفاده کنیم برای اینکه به اون برسیم، قطعاً همینطوره. مثل هر در واقع گفتگویی، مثل هر مبارزه‌ای، حتی روش‌هایی که میتونن زودتر ما رو برسونن به اون قله کوه، قطعاً روش‌هایی هستن که برتری دارن. ولی این معنیش این نیست که ما اون اصولمون رو، هدفمون رو یا
حوله کوه و اینکه میخوایم به اون برسیم رو سرش معامله کنیم یا سرش گفته کنیم. شما چنین چیزی میبینید آقای صالح از جانب تجددگراها که در این دیالوگ با سنتگرایان بتونن خودشون رو در جای سنتگرا قرار بدن و ببینن چرا چنین واکنشی نسبت به مدرنیته هست؟ بله، البته منم این اضافه کنم که ما هم با مدرنیته هیچ مشکلی نداریم، با اون بخش تحمیلی و خشونت بارش مشکل داریم. پس ما داریم میبینیم که هر دو هم بخش‌های مثبت و منفی دارن. اون چیزی که یک روشن فکر باید انجام بده اینه که با نقد هر دو تلاش کنه که نه یک نسخه تمام جهان شمولی، بلکه نسخه هایی با در نظر گرفتن خصوصیات تاریخی، اجتماعی و فرهنگی هر مجموعه های انسانی ارائه بده تا بتونه به نتیجه مطلوبی برسه. به صرف این که ببینید کار سختی نیست که ما بدونیم چه جوامع ایدئال و خوب و نرمی هستن، که مطمئنن حتی غرب هم الان نیست. ما جوامعی که در نظر میتونیم داشته باشیم کار سخت نیست ایدئالیست باشیم و بگیم انسان باید به این برسه. واقع گرایی به ما حکم میکنه که واقعیات جامعه رو، واقعیات جوامع و کثرت گرایی در جوامع رو ببینیم، بفهمیم و بپذیریم و بر اساس هر کدوم از این وقایع، بر اساس هر کدوم از این واقعیت ها نسخه ای بپیچیم. البته حتی نسخه پیچیدن هم دیگه کار یک روشن فکر نیست. روشن فکر و نخبگان تلاششون بر اینه که این تغییرات رو از بالا به پایین انجام بدن و همین اتفاقا منجر به مشکلات میشه. هم روشن فکران هم سیاست مداران. به عنوان مثال ما داریم میبینیم که مثلا در همین ایران خودمون وقتی که ما تلاش این مفهوم سنت و مدرنیته ارائه میشه، میبینیم که روشنفکران ما میان نسخه‌ای که میپیچن اینه که بیایم به ناسیونالیست‌گرایی شوینیستی به اصطلاح پناه ببریم، چون که برای اونها تجددگرایی یعنی دوری از دین، یعنی یک فهم کاملا متفاوت و نادرست، و این باعث میشه که تصور کنن که هر چیزی که غیر عقلانی است غلطه، هر چیزی که احساساتی هست غلط، ببخشید، هر چیزی که غیر عقلانی غلطه و هر چیزی که احساساتی غلطه. یعنی کار به جایی میرسه که اینها حتی میگن مولوی و حافظ هم سنتن و غلطن، چون که غیر عقلانی نیستن. آخوندزاده مستقیما میگه مولوی باید رد بشه، اصلا جزوی از سنت محسوب میشه. ببینید مولوی رو خیلی از سنت گرایان هم رد میکنن. ما نوعهای مختلف سنت داریم آقای ساله، سنت اسلامی داریم، سنت ایرانی داریم، خیلی از سنت های محلی در ایران داریم که ربطی به طور اخص ایرانیت یا اسلامیت ندارن. اگر برگردم به ابتدای صحبت های شما، منظور شما از واقع گرایی و دادن یک نسخه ای که آمیزه ای باشه از اینها چیه؟ اگر شما در مناطقی زندگی میکنی که سنت های محلی فوق العاده خطرناکی هستند، که مثلا به فرض دختر رو از کودکی زخم میزنن و آزار جنسی میدن، اینو چه کارش میکنید؟ آیا به اسم اینکه باید یک فرمولی داد که آمیزه ای از سنت ها و چیزهای نو باشه سعی میکنید باهاش کنار بیاید؟ سعی میکنید چجوری تغییرش میدید؟ بله، بدون شک همون جوری که گفتم این عدم توازن. ببینید مشکلی که پیدا میشه وقتی که مدرنیته به جوامع غیر اروپایی معرفی میشه، ما یک سری از مفاهیم رو از این مدرنیته بر میداریم و اجرا میکنیم، مثل دولت ملت، مثل ناسیونالیسم گرایی و الاخرها، در حالی که عدم توازن توسعه آموزشی، توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه بهداشتی، توسعه محیط زیستی، اینها کاملا از بین میره. یعنی این مشکل ضرورتاً از جوامع نیست، مشکل از حکومت‌هاییه که به طور کاملاً تلفیقی و گلچینی اون چیزایی رو که از مدرنیته خواستن برداشتن، اون چیزهای دیگر هم که نخواستن بر نداشتن. ما در شوروی سابق می‌بینیم از نظر تکنولوژی، از نظر نظامی به حد اعلای مدرن میرسه، اما در بخش‌های دیگه‌ای از جامعه هیچ وقت اون توسعه لازم رو نداره. خیلی از اوقات مشکلایی که ما از سنت می‌بینیم
ناشی از عدم توسعه انسانیه. بله، دقیقاً همونجور که گفتم مشکل ما اینه که ما چگونه آیا این تکاپو رو داریم که بخوایم نقد کنیم خودمون رو، این که بتونیم این سنت باید نقد بشه، این سنت باید تغییر پیدا کنه، اما نه با ابزار آلات خشونت آمیزی که بخوایم خشونت رو با خشونت از بین ببریم. این امر باید تعقل درش ایجاد بشه. بله. نه اینکه با خیلی معتقد هستن که این به گفته آقای سال ابزار آلات خشونت بار گاه ابزار آلات پرخاشگرایانه از جانب تجددگرایان، از جانب روشنفکران، از جانب سکولار است. به طور خیلی مشخص خانم صدر، شما خودتون در معرض این اتهام قرار گرفتید دیگه، وقتی جامی رو در دست گرفتید و نشستید روی مبلی که اگه اشتباه نکنم پارچش روش نوشته شده بود یا حسین، یا شاید پشت سر شما پارچه‌ای به دیوار وصل بود. بله. و این یا حسین یک نماد عاشورایی است دیگه، و شما جام شرابی دستتون گرفته بودید، و این از نظر خیلی از سنتگرایان برخورنده است و هر نوع دیالوگی بین شما و اون سنتگرا رو نابود میکنه دیگه، ناممکن میکنه. آیا به این ترتیب سنتگرایان حق ندارن سنگر بگیرن وقتی چنین چیزی میبینن از شما؟ ببین، من فکر میکنم حالا چه در واقع اون تجربه، چه به طور کلی اگه بخوایم نگاه کنیم، این بحثی که مطرح میشه به عنوان پرخاشگری از اونجای ناشی میشه که آزادی بیان به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته نمیشه. یعنی آزادی بیان تا بیان یک امری است که بی انتهاست تا جایی که به حقوق اشخاص لطمه نزنه، به حقوق اشخاص. اینکه افراد حق داشته باشن به باورها، به مذهب کسی حتی توهین کنن یا نقد کنن، نقد بسیار رادیکالی بکنن، این همه در محدوده آزادی بیانه. شما بهتر از من میدونید به عنوان کسی که در واقع در رسانه کار میکنید، این اون چیزیه که در جوامع مثل جامعه ما به رسمیت شناخته نمیشه. و من در واقع و اون عکس و واکنش‌های بسیار تند، از واکنش‌های تند که میگم نقد نیست، حتی توهین نیست، تهدید به مرگ، تهدید به تجاوز، تهدید به آزار اعضای خانواده، همه اینها رو برمی‌انگیزه ناشی از اینه که اصل آزادی بیان در جامعه مثل جامعه ما جا نیفتاده و دوباره از همون مواردیه که ما به دیوار سد سدید سنت برخورد می‌کنیم. کسی که هم فکر شماست در کلیات بیاد بگه که بسیار خوب، آزادی بیان شما محفوظ، اما به دلیل اینکه شما میخوای به یک اهدافی برسی، بیا احساسات سنتگرایان رو جریحه دار نکن، جواب شما چه خواهد؟ من فکر میکنم که ما میتونیم سر روش‌ها با هم بحث کنیم، میتونیم سر روش‌ها با هم اختلاف داشته باشیم. هر روشی لزوماً برای هر کسی پسندیده نیست. از نظر من البته این که میتونه تاب و شکنی میتونه یک روش باشه، و یه آدمی هم مثل من اون وقت این کار میکنه، بعد در مزان همه جور توهین و تهدید و خشونتی هم قرار میگیره، ولی بعد ممکنه فضا رو باز کنه برای کسایی که به قول شما میخوان از روش های یک کمی کمتر رادیکالی استفاده بکنن، مثل کسی که میره خط مقدم، میره رومین، خودشو جونشو میده، بعد در واقع این جبهه باز میشه برای کسایی که بتونن برن جلو. این میتونه یه استدلال باشه، میتونیم ما اختلاف داشته باشیم سرش، ولی این یه نکته که در مورد اون عکس بسیار مهمه که من میخوام بگم اینه که اتفاقا اون عکس فهم من بود از سنت، از سنت اتفاقا ایرانی که با خاطرات ما از عاشورا هم گره خورد. برای ما عاشورا، عزاداری محرم، یه بخشی از خاطرات ما رو زنده میکنه که درش حتی به عنوان دختر بچه یا زن ما یه نوع آزادی های تجربه میکردیم در روزهای محرم که در روزهای عادی سال تجربه میکردیم، ولی از اون طرف در واقع ما یه مظاهری از مدرنیتر هم در زندگیمون داریم و این ما ایم اتفاقا با همه این تناقضا. و من دلم میخواست که اون عکس تناقض های خودمون رو به عنوان جامعه ایران و این در واقع دوگانگی که در ما هست و در هویت ما تنیده شده نشون بده. چندین نکته در این جواب هست آقای ساله. یک، اینکه چرا سنتگرایان خیلی سریع احساساتشون جریحه دار میشه و
و بعد از اون سو سیلی از تهدید و ارعاب روان میشه به سوی تجددگرایان. دوم اینکه سنت ها فقط حیطه سنتگرایان نیست که بخوان بگن تفسیر اینه، خانش اینه، این خانش یا این خانش ها رو بپذیرید و نوگرایان به اونها تن بدن. نوگرایان میتونن بگن که اتفاقا ما هم خانش خودمون رو داریم و اون بخش از سنت برای ما بسیار قیمتیه، عاشورا برای ما هم قیمتیه، فارغ از ریشه های دینیش میتونه هنری باشه. شما میتونی بشینی روی مبلی که نمادهای عاشورایی داره و لذت بری ازش، شما میتونی پارچه‌ای بزنی به دیوار و لذت بری. اینجا دیگه سنت دینی تبدیل شده به سنت هنری. اینکه سنتگرایان سنت رو ملک تلق خودشون میدونن این مسئله دیگه. بله، احساساتی میشن چون که سنت بر پایه احساسات بنا گذاشته میشه، احساساتی که چندین قرن گاهن چند هزار سال ساخته و پرداخته شده، چیزی نیست که با یک عکس تغییر پیدا کنه یا مشکلی رو حل کنه. ولی سنتگرایان نمیگن که دفاعشون از سنت احساساتیه. خب بله، دفاعشون اون عقلانیه، خود شما دارید دفاع عقلانی میکنید از سنت. من دفاع از سنت نمی کنم، حمله به مدرنیته هم نمی کنم. من تلاشم بر اینه که این پیچیدگی های منازعات قدرت و سنت، این سنت و مدرنیته ای که جوامع رو در چرخ دنده های خودش قرار داده و منجر به یک همچین تناقضاتی شده، به یک همچین پیچیدگی‌هایی شده که مطمئناً نه با یک عکس، نه با یک سخنرانی و نه با یک فرضاً نوع لباس پوشیدن حل بشه، مطمئناً این گونه نیست. این تقلیل‌گراییه، این سطحی‌نگری برای حل مشکلاتی بسیار پیچیده، عمیق و احساساتی. آن چیزی که ببینید، احساسات بخش مهمی از عقلانیت سنته. وقتی که کرکگرد، فیلسوف اگزیستانسیالیست دانمارکی، میگه که ابراهیم حق داشت بچهش رو سر ببره، نه به خاطر عقلانیت، به خاطر عشقش به خدا، من نمیگم درسته یا غلطه، من میگم که اینجوری داره تعلیم میشه. وقتی غزالی میگه که اصلا مهم نیست که روزه گرفتن به عنوان مثال درسته یا غلطه، مهم اینه که من عاشق خودم، خدا گفته روزه بگیر، میگیرم. ببینید این احساساتی فهمه. ببینید ما اینجا دو نکته داریم که روشنفکران واقعا باید مد نظر قرار بدن، مخصوصا روشنفکرانی که یا مازوخیسم دارن که هر چیزی که مدرنیست هست رو رد میکنن، و یا سادیسم دارن که هر چیزی که از خودشون هست، سنتشون رو هست، رو خورد تحقیر و به حاشیه میکشونن. چیزی رو که باید بدونیم اینه که این احساسات، احساساتی نیست که به این سادگی بشه با فقط مسائل سطحی نگر اونها رو حل کرد. اینها مسائلی هستن که مطمئنن لازمش نقد و تجزیه و تحلیل و تغییرات اساسیه. اینا چیزایی نیست که در عرض یک سال، دو سال یا چندین سال منجر به نتایج مطلوبی بشه. اینها چیزایی هستن که چندین قرن و چندین هزار سال طول کشیده تا به اینجا رسیده و احتمالاً خیلی وقت برداره تا بشه تغییرش داد. شما اینه که تجددگرایان باید صبر بیشتری پیشه کنن و با متانت بیشتری با سنت و سنتگرایان مواجه بشن، منظور شما اینه دیگه؟ بله. ببینید، ما وقتی که میبینیم که در سطح کلان، من صحبت میکنم، وقتی که تلاش میشه که مدرنیته یا مدرن شدن رو تحمیل کنیم، همیشه نتایج غیر مطلوبی داده. حالا ما میتونیم مثال بدیم، همون مسئله ناسیونالیسم و شوبینیستگرایی، اصلاحات ارضی که در زمان پهلوی دوم انجام میشه، باعث میشه که سیل مهاجرت به شهرها بشه و ساختارهای سنتی در شهرها تغییر پیدا کنه، فضای شهری تغییر پیدا کنه، مؤسسه های دینی در شهرها تغییر پیدا کنه، و منجر به چی میشه؟ به برگشت سنت که انقلاب 57 بود. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، شادی صدر و علم ساله. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه‌ها زودتر ببینید.
هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش. Thank you.